خب دوستان عزیز، من افشین فرغانی هستم و به شما شب بخیر میگم. مدت این مثنوی تأخیر شد و در خدمتتون نبودیم و دوره تازه‌ای رو با همدیگه میریم که شروع بکنیم، دوره‌ای که بیشتر ماهیانه خواهد بود و هر بار پای صحبت عزیزی خواهیم بود که در رابطه با موضوع مورد نظر صحبت بکنن و امیدوارم که این بار جلسات به صورت تعاملی تری باشه و استفاده کنید از گزینه هاتون، یا چت یا حتی Q&A، فرق نمی کنه. سوالایی که براتون پیش میاد رو بفرمایید و به حال سخنران مربوطه مطمئنم که یا در بین صحبت ها یا در انتخاب سوال ها پاسخ خواهند گفت. این بار میزبان دکتر رضا معظمی هستیم که نامی آشنان برای گروه ما در گراند راند، و دکتر معظمی عزیز کاردیولوژیستی هستند که هم با علاقه همراه ما بودن از ابتدا و همین که هم این در واقع علاقه‌ای که به آموزش دارن هم باعث شده که خیلی چیز ازشون یاد بگیریم از همون ابتدا و ضمن کیسایی که در گروه مطرح کردن. من از دکتر معظمی عزیز خواهش میکنم که تشریف بیارن و بحث بسیار جالبی که این بار خواهند داشت بر سر Preventive Cardiology و اینکه ریسک اسسمنت رو در بیماری که علامتی نداره به چه صورتی انجام بدیم و چه پلن مداخله جویانه یا غیر مداخله جویانه‌ای برای منیجمنت مریض بدیزیم صحبت بفرمایید. سوال های زیادی هم از طرف شما دوستان. رضا جان سلام عرض میکنم. سلام افشین جان، خوب هستی شما؟ قربونتون. سوال های زیادی هم از شما دوستان رسیده که قطعا منعکسش خواهیم کرد، هرچند که گمان میکنم بیشترشون بدون اینکه ما سوال ها رو مطرح کنیم دکتر معظمی عزیز اینا رو پوشش خواهند داد. رضا جان ما در خدمت شما هستیم. مرسی افشین جان از لطفت و سلام خدمت دوستان عزیز. بدون معطلی شروع میکنیم. من اسکرین شیر میکنم که بله بفهم. بحث امشب راجع به پریونتیو کاردیولوژی است و چجور میشه از کاردیوواسکولار دیزیز جلوگیری کرد. برای اینکه این بحث مشخص بشه و مطمئنم برای همتون مشخص هست، من عکس این شخص رو گذاشتم اینجا که مطمئنم خیلی ها میشناسن این شخص رو. این جان ایلهان رئیس شرکت کریزی جونز بود که توی سال 2007 توی سن 42 سالگی فوت کرد و فوتش هم به صورت مرگ ناگهانی بود. صبح از خونه بیرون رفته بود برای مورنینگ واک که وسط را کلپس کرده بود، سی پی آر شده بود و متاسفانه فوت کرد. اتوپسی که انجام دادن علت مرگ و کورونری آرتری دیزیز و هارت اتک اعلام کردن و طی بررسی هایی که انجام شد مشخص شد که نه تنها هایپرکولسترول خیلی بالایی داشته جان، مشخص شد که برادر بزرگترش هم که حدود 3 سال از خودش بزرگتر بود از به دلیل هارت اتک فوت کرده بود و خودش هم سیگار میکشید که حدود 3 ماه قبل از مرگش و فوتش سیگار رو استاپ کرده بود. و مرگ جان توی سال 2007، من اون موقع ملبورن بودم، سر صدای خیلی زیادی به پا کرد و باعث شد پریونتیو کاردیولوژی و دوباره خیلی سر زبونا بیفته توی ملبورن، بحثش زیاد بود. چون شخصی بود که از 5 سالگی اومده بود استرالیا و شرکت بزرگی رو راه انداخته بود با سرمایه بسیار پایینی حدود $1,000 و در سال 2003 ثروتمندترین فرد زیر 40 سال توی استرالیا بود و این مرگی بود که کاملا میشد ازش پیشگیری کرد. حالا کاردیوواسکولار دیزیز خودشو به دو صورت میتونه نشون بده، یا اینکه سادن کاردیاک دث هست مثل همون مرگی که الان دیدیم، و یا اینکه به صورت ایج ریلیتد کورونری آرتری دیزیز
بالاخره یه چیزی هست که برای همه اتفاق میفته و هرچی که سن بره بالاتر it's inevitable که در آخر همه coronary artery disease میگیرن. منتها وقتی که prevention باشه در مورد sudden cardiac death که مسلمه میشه از sudden cardiac death جلوگیری کرد، چی بهتر از اون؟ و در مورد age related coronary artery disease میشه از شدت بیماری کاهش داد. فرض کنید اگه شخصی به 60 سالگی میرسه و هیچ دارویی مصرف نمی کرده، کلسترولش کنترل نبوده و الان توی 60 سالگی ACS داشته و میگن که باید بایپاس بشه یا اینکه احتیاج به 5 تا استنت داره، اگه این شخص 10 20 یا حتی بیشتر سال قبلش فشار خونش کنترل بوده یا کلسترولش کنترل بوده، اون بیماری خیلی خفیف‌تر میشه، ممکنه با یه دونه استنت بشه کار اون شخص رو راه انداخت و ریسکش رو بسیار بسیار پایین‌تر میاره. پس می‌بینید که اهمیت پریونشن در هر دو صورت بسیار بسیار بالاست. در حال حاضر ما وسایلی که داریم برای اینکه اسس کنیم این ریسکو واقعا نسبت به 10 یا 20 سال پیش خیلی خیلی پیشرفته‌تر هستن و بر اساس اونا درمان‌هایی هم وجود داره که میشه این ریسک رو پایین آورد. باز بحث پریونشن رو بسیار مهمتر میکنه. سوالایی که مطرح میشه اینی که واقعا چه جوری من باید این ریسک رو توی مریضم بررسی کنم، اسس کنم، چه تستی رو اوردر بدم و تستی رو که اوردر دادم با جواب اون تست چیکار کنم. این نه تنها در مورد کاردیولوژی، شما هر تستی رو توی مدیسین اوردر میدید باید بدونید که اگه مثبت اومد میخواید چیکار کنید، اگه که منفی اومد میخواید باهاش چیکار کنید و اصلا چرا اون تست رو اوردر دادید. قبل از اینکه وارد بحث کاردیوواسکولار پریونشن بشم، من دو تا مبحث اینجا کاملا مشخص کنم که ما اینجا داریم در مورد پرایمری پریونشن صحبت میکنیم. پرایمری پریونشن یعنی که کسی که هیچ اویدنسی از دیزیز، کاردیوواسکولار دیزیز هنوز نداشته و این اویدنس رو که میگن تنها هارت اتک نیست، این میتونه کورونری آرتری کلسیوم باشه، میتونه هارت اتک باشه، میتونه یه سی تی باشه که یه نفر انجام داده و دیدن که مایلد کورونری آرتری دیزیز داشته. این شخص با این مسائل دیگه از بحث پرایمری پریونشن خارج میشه و وارد بحث سیکندری پریونشن میشه. سیکندری پریونشن یعنی اینکه از سابسیکوئنت کاردیوواسکولار ایونت جلوگیری کنیم. کسی که یه بار هارت اتک داشته و میخوایم جلوگیری کنیم از هارت اتک بعدی، یا بایپاس انجام داده میخوایم از مشکلات بعدی جلوگیری کنیم، یا اوییدنس کورونری آرتری دیزیز داره توی سی تی اسکن یا کلسیم اسکور خیلی بالا که نشون دهنده اتروسکلروزیس و میخوایم از هارت اتک جلوگیری کنیم، اینا دیگه میشه بحث سیکندری پریونشن. دلیلش هم بسیار مهمه، چون اگه شما نگاه کنید مثلا به این ریسک کلکیولیتری که توی ACC هست و زیاد استفاده میشه این ریسک کلکیولیتر، اون بالا اینجا نوشته که اینجا این ریسک کلکیولیتر فقط در مورد پرایمری پریونشن باید استفاده بشه. مریضی که هارت اتک داشته دیگه ریسک کلکیولیشن نداره، مریضی که بایپاس داشته دیگه ریسک کلکیولیشن نداره. اینو این دیستینکشن بین این دوتا بسیار بسیار مهمه. کورونری آرتری دیزیز بسیار شایع هست. من یه استادی رو گذاشتم که مال سال 2011 هست. اینا اومدن اون موقع مریضایی رو که هارت ترانسپلنت میخواستن بشن، حدود 300 نفر رو، قلبایی رو که برای اینا گذاشتن، بعد از 2-3 روز اومدن بررسی کردن. اینا قلب‌ها از کسایی بوده، میدونید که مثلا توی تصادفات ممکنه کشته شده باشن و یا به هر دلیلی از بین رفته باشن و قلبشون رو اونا میدن به اونایی که توی لیست ترانسپلنت هستن. اومدن این قلب‌ها رو با آیوس که وسیله‌ای هست که میشه آتروسکلروزیس رو اندازه گرفت چک کردن و دیدن که شما حتی نگاه کنید در سن 20 تا 29 سالگی 37% از این افراد اویدنس کورونری آرتری دیزیز داشتن. اینا کسایی بودن اطراف رندومی بودن که توی خیابون مثلا با یه تصادف رانندگی کشته شده بودن. به 30 تا 39 سال که نگاه کردن حدود 60% اویدنس اتروسکلروزیس داشتن و بالای 50 سال که میرسید it's done، یعنی دیگه شما
واقعا برای همین هست که دیگه وقتی بالای 70 یا 75 میرسید ریسک کلکیولیشن معنایی به اون صورت پیدا نمیکنه، چون اتروسکلروسیس هست و ریسک بالاست. پس کورونری آرتری دیزیز بسیار بسیار شایع هست. مطالبی که من در موردش صحبت میکنم چند تا این مطالب هستن، و بی سی تی دایت اکسرسایز، البته اینا هر کدومش واقعا 10 تا سشن هست و من دو سه تا اسلاید بیشتر در مورد هر کدومش ندارم و خیلی سریع ازشون رد میشم. در مورد اوبیسیتی میدونید که بی ام آی شخص باید بین 18 تا 25 باشه. در خیلی از موارد ویست سیرکانفرنس اهمیت بیشتری پیدا میکنه. شما ممکنه یک شخص یه فوتبالر داشته باشید با یه هیکل بسیار بزرگ و اون شخص بی ام آی خیلی بالایی داشته باشه، اونجا بی ام آی کارایی خودش از دست میده. ولی اگه شخصی داشته باشید که اولین قسمت بدنش که وارد در میشه از در وارد میشه شکمش باشه، اونجا خب 100% ویست سیرکانفرنس اهمیت خیلی خیلی بالایی پیدا میکنه. پس اینو مد نظر داشته باشید که ابدومینال اوبیسیتی و ویست سیرکانفرنس بسیار بسیار اهمیت داره. اوبیسیتی نگاه کنید چیزیه که باید اینوالو باشین، باید در موردش با مریض حتما صحبت کنید. فراستریتینگ هست، خیلی خیلی کار میخواد، و منتها اینو بدونین اگه شما در موردش با مریض صحبت نکنید مثل هر مسئله دیگه ای، مریض اون به اون اهمیتش پی نمیبره، برمیگرده خونه و ازش میپرسن که خب دکتر در مورد وزن چیزی گفت؟ میگه نه اهمیتی نداشت، هیچی نگفت. پس یادتون باشه حتما باید در موردش صحبت کنید در هر ویزیت. دلیلش چیه؟ شما اگه نگاه کنید به استادیایی که انجام شده، تنها ایسکمیک هارت دیزیز نیست، شما نگاه کنید که هرچی که بی ام آی بالاتر بره، اینجا بی ام آی 16 20 24 28 32 و 36 میبینید که اینجا مثلا ریسک هموراجیک استروک بسیار بالا میره. در این قسمت اگه نگاه کنید ریسک ایسکمیک استروک باز در بی ام آی 32 به بالا که میریم بسیار بالاتر میره. و در مورد ایسکمیک هارت دیزیز هم که دیگه حرفی نیست و همه میدونیم که دیگه بی ام آی از حتی 24 به بالا که میره ریسک به شدت افزایش پیدا میکنه. پس در اهمیتش شکی نیست و حتما باید در موردش صحبت بشه. این اسلاید نشون میده که تقریبا هیچ عضوی در بدن واقعا وجود نداره که اوبیسیتی روش تأثیر نذاره. پس یادتون باشه اوبیسیتی بسیار مهمه، یکی از مسائلیه که مادر تقریبا تمام مشکلات مریض میشه حسابش کرد در اون افرادی که اوبیس هستن و حتما باید بهش اهمیت بسیار زیادی داده بشه. مسئله دایت و اینکه اصلا پریونتیو کاردیولوژی از کجا شروع شد بسیار جالبه. نمیدونم ممکن خیلی ها در مورد این استادی شنیده باشن، 7 countries study، استادی 7 کشور. این یه استادی هست که سال 1947 توسط شخصی به نام انسل کیز، انسل کیز یه فیزیولوژیست بود در اون موقع در مینسوتای آمریکا، و اون همون زمانی بود که وسترن دایت و ساندویچ KFC و اینا همه خیلی مد شده بودن و افراد مردایی میبینید 40 ساله، 35 ساله، 40 ساله، 45 ساله میمردن از هارت اتک. و این یه سوالی تو ذهنش رسید که چه تفاوتی بین اونایی که این اتفاق براشون نمیفته و اونایی که میفته هست. انسل کیز حدود یک سال مرخصی داشت و رفت به انگلیس تو اون یک سال و با یکی از دوستانش آشنا شد که مال ایتالیا بود و بهش گفتن که افرادی که توی این جزایر گریس زندگی میکنن ریت هارت اتک درشون بسیار بسیار پایینه. و اونجا بود که یک کلابریشن بین 7 کشور شروع شد، USA، نیدرلندز، فنلاند، ایتالی، گریس، یوگسلاوی و ژاپن. و این استادی از اونجا شروع شد، استادیه که حدود 40 سال ادامه پیدا کرد و واقعا اون کانسپت مدیترینین دایت از اونجا شروع شد و کانسپت پریونتیو کاردیولوژی که کاردیاک دیزیز رو میشه پریونت کرد از این استادی خیلی نشأت گرفت. نگاه کنید دو تا مدیترینین دایت و داش دایت یا پری
پردیمد، اینا دایت هایی هستن، تنها دایت هایی هستن من میتونم بگم که اویدنس براشون هست که ریسک بیماری رو پایین میارن. یه استادی انجام شد توی سال 1999 به نام لیون هارت استادی که میبینید اینا اومدن به یه سری افراد اون خط قرمز مدیترینین دایت دادن و به یه سری افرادی که وسترن دایت دادن و دیدن که بعد از 5 سال به شدت ریسک کورونری آرتری دیزیز در اون افرادی که وسترن دایت داشتن بالا بود. استادی بود که به شدت پازیتیو بود، منتها تنها مسئله‌ای که بود هیچ کس از فروختن مدیترینین دایت پولی نصیبش نمی‌شد و برای همین یه مقدار فراموش شد این استادی. حالا مدیترینین دایت چی است؟ این عکس به خوبی نشون میده که واقعا مدیترینین دایت چی است. تشکیل شده از ناتس، فیش و الیو آیل و وجتبلز و فروت. دایت سختی نیست واقعا، مدیترینین دایت دایت سختی نیست. میبینید که وجتبلز هست، لگیومز هست، فروت هست، ناتس، ناتس نه هر ناتسی، آلمونز، والنوتس اند هیزلنوتس، این ستا هستن که بسیار روشون تاکید میشه. هول گرین، فیش، هلتی فاتس، مینلی دی الیو اویل، رد اند پروسس میت بسیار کم، میبی 1-2 سروینگز پر ویک، و رد واین. البته توی رد واین بحث زیاده، نگاه کنید رد واین استادی های زیادی انجام شد و اون اکسترکتی هم که توی پوست انگور بود اونا در آوردن که ببینن آیا اونی که باعث کاهش بیماری قلبی میشه، ولی واقعا نشون داده نشد. بیشتر خود الکله که یه مقدار میتونه کمک کنه، حالا اون الکل هر چیزی میتونه باشه، میتونه بیر باشه، میتونه واین باشه یا چیز دیگه باشه، ولی خب کلن بین 2-7 درینکس برای خانم‌ها در هفته و 4-7 درینکس برای مردا بیشتر از اون توصیه نمیشه. اگه نگاه کنید ببینید که رد میت و اگ زیاد جایی در این دایت ندارن. دلیلش هم اینه که توی مخصوصا توی 10-15 سال گذشته استادیایی که انجام دادن این TMAO هست، حالا ممکنه خیلی ها شنیده باشن، رد میت و اگ اینا کولین دارن. اگه اینجا نگاه کنید کولین وقتی که وارد گات میشه، وارد اینتستین میشه، این باکتری های توی گات رو تبدیل میکنن به TMA. TMA میره وارد کبد میشه، اونجا تبدیل میشه به TMAO و TMAO اتروسکلروتیک اسکلروتیک هست. و جالب اینه که هرچی شما رد میت بیشتر مصرف کنید اون باکتری هایی توی روده که TMA درست میکنن بیشتر میشن. و مثلا اومدن افرادی که ویجیتریان بودن به مدت بسیار زیاد، اومدن گوشت براشون شروع کردن، رد میت براشون شروع کردن، دیدن که اولش زیاد تولید نکردن TMA، ولی به مدت که این رد میت زیاد شد سطح TMAO توی خونشون بسیار بالا رفته بود. و همین دلیلی که توی این دایت زیاد روی رد میت و اگ تاکید نمیشه. هر اگ حدود 180 گرم تقریبا کلسترول داره که اگه شما هر روز بخواید اگ مصرف کنید واقعا کار جالبی نیست. و میدیدید که بر اساس این مدیترینین دایت شما اگر که از اون 14 تا پوینت موادی که با مصرف کنید که اینجا بودن، از این هر کدوم که مصرف کنید یه پوینت میگیرید، اگه 7-9 پوینت داشته باشید میبینید که ریسک کانسر پایین میاد، ریسک کاردیوواسکولار دیزیز پایین میاد، آدر کازز و حتی توتال مورتالتی. پس این تنها دایتی هست که در موردش استادی انجام شده و واقعا باید ریکامند بشه به مریضا. من چند تا نکته رو گذاشتم اینجا که واقعا کلید ساکسسفول دایت، یک اینه که لینینسی داخلش باشه. نگاه کنید من معمولا به مریضا میگم که شما این دایت رو رعایت کنید، منتها یک یا دو روز در هفته اون فری تایمتون هست میتونید اون غذاهایی رو که دوست دارید مصرف کنید. چرا؟ چون بالاخره اینا وقتی بخوام برن روی دایت چیت میکنن.
و اون چیت کردن که به صورت unplanned هست خیلی بدتر از اون planned cheating هست. اگه بدونن که یک یا دو روز در هفته میتونن حالا اون غذایی رو که دوست دارن مصرف کنن، اون 5 روز بقیه رو خیلی بهتر اون دایتشون رو رعایت میکنن. نکته دوم این هست که زیاد از اون اول روی weight reduction تاکید نکنید. موضوع اون تغییر دادن اون بیهیویر اون شخص هست، اینی که بفهمه که healthy food چی هست و unhealthy food چی هست. وقتی که healthy food رو بفهمه چی هست و اون بیهیویرش رو تغییر بده، اون weight reduction هم کم کم متعاقب اون خودش میاد. باید استدی باشه، یه پروسس بسیار سلوی هست، منتها go slow and steady. Small steps at each time. هر از ایم بزرگ گرفتن شما باعث فیلیر 100% میشه. کالری ریستریکشن هم واقعا تنها چیزی که وزن میره پایین کالری ریستریکشنه. و همونطور که گفتم اگر بیهیویر تغییر نکنه نه ریسک کاردیوواسکولار دیزیز میاد پایین و نه وزن میاد پایین. خیلی از مریضایی که من میبینم متاسفانه میان اینجا و میگن که ما نتونستیم دایت بگیریم، نتونستیم وزن کم کنیم، رفتیم بوک کنیم که بریاتریک سرجری انجام بدیم. و من بهشون میگم شما اگر بیهیویر شما تغییر نکنه اون بریاتریک سرجری برای شما هیچ کاری انجام نمیده. شما اگه اون مایندتون رو تغییر ندین به اون نحوه تغذیه‌تون، بریاتریک سرجری برای شما ممکنه در کوتاه مدت 1 سال، 2 سال یا 3 سال تأثیری داشته باشه. همونطور که استادیای زیادی انجام شده دیدن مریضایی که بریاتریک سرجری انجام دادن وقتی که اون بیهیویرشون رو تغییر ندادن، اون اول دیابتشون کم شده، حتی از اینسولین هم دیگه استفاده نکردن، ولی کم کم اکثرشون بعد از 10 سال دوباره برگشتن به روی انسولین و وزنشون دوباره برگشته به همون حالت اول. پس behavior change is the key. این یادتون باشه که هر وقت شما چیزی رو میخورید you're either fighting the disease or feeding it. این جالبه، این دوتا عکسی رو که من از سمت راست گذاشتم یکی از اغذیه فروشی های تو همین شهر خودمون هست و مغازه های ایرانی که میبینید چه غذای واقعا رسیپی برای هارت اتک هست. مسئله بعدی که یه مقدار در موردش صحبت میکنم اکسرسایز هست. اکسرسایز مینیمم ریکامندیشن اینه مودرت، دو تا حالت داریم، یه مودرت اینتنسیتی اکسرسایز داریم، یه ویگرس اینتنسیتی اکسرسایز داریم که یه مینیمم ریکامندیشن داریم 150 مینیت پر ویک یا 75 مینیت پر ویک ویگرس اینتنسیتی. و اگر که بنفیت بیشتری هم میخواین هر کدوم زمان بیشتری باید براش گذاشت. اینو لازم نیست که حتما 150 مینیت پشت سر هم باشه، میشه شکوندش حتی به قطعات 20 دقیقه ای. شما میتونید به مریض بگید که فرضاً اگه با اتوبوس میره سر کار مثلا یه ایستگاه زودتر پیاده شه و اون یه ایستگاه رو راه بره، یا اگر تو خونهشون پله دارن اگر که میتونن از پله استفاده کنن به جایی که از آسانسور استفاده کنن. همه اینا کمک میکنه به پایین آوردن ریسک. حالا اینکه مودرت اینتنسیتی، اینجا اگه ببینید مودرت اینتنسیتی و ویگرس اینتنسیتی هست، اینجا بیشتر توضیح دادیم که مودرت اینتنسیتی مثل بریسک واکینگ، بایکینگ، دانسینگ، اکتیو یوگا و ریکریشنال سویمینگ که شما حداقل 150 دقیقه از این در هفته نیاز دارید، و ویگرس اینتنسیتی اکسرسایز مثل جاگینگ، رانینگ، بایکینگ ا بیت فاستر یا تنیس و سویمینگ لپس. میبینید که اونایی که استادی انجام شده و اکسرسایزشون رو زیاد کردن ریسک کولون کانسر، دیابتیز، ایسکمیک هارت دیزیز و ایسکمیک استروک به شدت پایین اومده بر اساس اون تعداد متی که در هفته اون اکسرسایزی که در هفته انجام دادن. و جالب اینه که ریسک برست کانسر اینجا به اون شدت پایین نیامده بود. این استادیه که سال 2002 انجام شد و نشون داد افرادی که اکسرسایز کردن و اون لایف استایلشون رو تغییر دادن تنها با کاهش 7% وزن،
یعنی وزن زیادی مریض شما، فرضاً اگه مریض شما 90 کیلوگرمه، حدود 6 کیلوگرم مثلا، با کم کردن 6 کیلوگرم ببینید تأثیری که گرفته از متفورمین هم به شدت بیشتر بوده و از دیابتیز یا شروع دیابتیز این جلوگیری کرده. پس نیازی نیست که واقعا مریض بگیم حتما بره جیم اکسرسایز کنه، این کار کنه، اون کار کنه. 150 minutes per week, moderate intensity activity و 7% weight loss. اینجا اویدنس هست که چجور میتونه ریسک بیماری رو پایین بیاره. مبحث بعدی که در موردش ما صحبت کنم مبحث اسموکینگه. اینه که چرا باید در مورد اسموکینگ صحبت کنیم؟ اصلا بحثی نداره. میگیم یه کاتگوری دا هست. همه میدونیم اسموکینگ چیکار میکنه. منتها در مورد اسموکینگ سیسیشن مهم اینه که شما اپروچتون رو به مریض یه مقدار تغییر بدین. الان نشون داده شده که اگر در مورد کویتینگ صحبت کنیم مریض زیاد به شما توجه نمی کنه و به جای اینکه به مریض بگیم که you have to quit smoking و بگیم که we have to manage your smoking. نکنه اسموکینگ مثل هایپرتنشن، مثل دیابتیز یک کرونیک پرابلم هست، یک کمپالسیو دیسوردر، مثل کسایی که دستشون رو میشورن، شما زیاد میشورن، یک OCD دارن. شما بهشون نمیگید که stop washing your hand، بهشون کمک میکنید، پیش سایکولوژیست میرن، دارو مصرف میکنن، سالها طول میکشه تا اون کمپالسیو دیسوردرشون بهبود پیدا کنه. اسموکینگ هم همین هست. شما اگر فقط به مریض بگین که you have to quit smoking به شما گوش نمیکنه و به هیچ جایی نمیرسه. اپروچی که گفته میشه validate, reframe, repeat، باید به مریض گوش کنید، سوال کنید ازش، هر چیزی رو که میگه validate کنید و repeat کنید. چند تا تیپ هم برای smoking management من گذاشتم که دقیقا مثل obesity و چیزهای دیگه باید در موردش صحبت کنید. در موردش صحبت نکنید مریض میگه که اهمیتی نداشت. مریض اینکه صحبت کنید در موردش بحث اوله، استف اوله. هر وقت که شما نیکوتین ریپلیسمنت تراپی رو شروع میکنید سعی کنید دو فرم شروع کنید. مثلا اگه پچ شروع میکنید حتما گام هم شروع کنید. اگر که قرص شروع میکنید، چمپیکس شروع میکنید، حتما با پچ باشه یا گام باشه. اثرش از یک فرم بسیار 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 بیشتره. پچو که شروع میکنید برای مریض سعی کنید از 21 میلی گرم شروع کنید. واقعا من میبینم 7 میلی گرم که اصلا نیست، 14 میلی گرم به طور تأثیری نداره. مریضی که مدت‌ها وابسته بوده به اسموکینگ شما باید 21 میلی گرم شروع کنید. نگران نباشید و هیچ ساید افکت قلبی هم نداره. مریض نیاز نیست که حتما اسموکینگ رو استاپ کنه. شما بهش بگید که You keep smoking. شما سیگارتو بکش. نمیخواد چیزی رو استاپ کنی. فقط تنها کاری که میکنی این پچو بذار. هر روز بذار. کانسیستنسی بسیار مهمه. اینی که بهش بگید که شما پچو بذار. و پچو که به مریض میدید حتما اون گام رو هم یا اسپری رو هم حتما توصیه کنید. حتما مطمئن بشید که به طور صحیح استفاده میکنند. یک چیزی که من متوجه شدم و اکثر مریضا نمیدونم که نیکوتین گام رو باید چجوری استفاده میکنند، مثل گام معمولی استفاده میکنند. نگاهی شما اینا نکات بسیار ساده ای هست که اکثرا باعث فیلر میشه در مورد دارو درمانی. اگه گام رو به صورت گام معمولی استفاده کنند باعث هیکاپ میشه، باعث نوزیا میشه و اثری هم اصلا نداره. گام رو باید 2 یا 3 بار بجون، نرمش کنن و بذارن بین گام و چیک اونجا 5 دقیقه بمونه. بعد دوباره در بیان 2-3 بار بجون اون سمت 5 دقیقه دوباره بمونه و بعد اون گام رو خارج کنن. اینطوره که اون گام اثر میکنه. و گام رو برای چه موقع نگه میداری؟ گام برای کریوینگه. به مریض میگید که این گام رو شما توی جیبت نگه دار. هر وقت که تو خیابون داری راه میری یه نفر جلو داره سیگار میکشه و هوس کردی که سیگار بکشی، اون موقع است که گام باید استفاده بشه. و حتی خیلی ها توصیه میکنن که برای اینکه ریت ساکسستون بره بالا حتما تریپل تراپی رو شروع کنید، وارنیکلین، پچ و گام یا اسپری.
اون مسائلی هم که در مورد چمپیکس بود که در افرادی که افسردگی دارن باعث سویساید میشه و این چیزا، واقعا اونا ثابت نشده. استادی بسیار بزرگی حدود 3-4 سال پیش انجام شد به نام ایگلز استادی، در حدود 6,000 یا 7,000 نفر رو شروع کردن روی این درمان ها و تنها توی این 6-7,000 نفر بعد از 5 سال یک سویساید دیدن و اون سویساید هم در کسی بود که اصلا از اون اول بیماری روانی نداشت و روی پلاسیبو هم بود، نه روی وارنیکلین یا پچ یا نیکوتین ریپلیسمنت. پس اینا هیچ کدومش ثابت نشده، اینا رو برای مریض شروع کنید. منتها تنها چیزی که هست باید بگید که با غذا مصرف کنه اون چمپیکس رو، چون باعث نوزیا میشه. بیشتر وقت صرف نمی کنیم در موردش، میریم به هایپرتنشن. این کلاسیفیکیشن جدید هایپرتنشن نورمال 120 تا 80، الیویتد 120 تا 129، استیج 1 و استیج 2. دیگه استیج 3 نداریم. استیج 1 بین 130 تا 140. اینجا توجه کنید اور دیاستولیک بیتوین 80 تا 89. یعنی بر اساس هر کدومش میشه مریضا تو اون کاتگوری بذاریم. استیج 2 هم بالاتر از 140 سیستولیک و بالای 90 دیاستولیک. اکثر این کلاسیفیکیشن بر اساس سه تا استادی بسیار بزرگ انجام شده، هایوت استادی، هوپ 3 و اسپرینت استادی، که مشخصاتشون اونجا نوشتم، من زیاد حالا واردشون نمیشم. اسپرینت استادی اسپرینت استادی استادی بسیار بزرگ آخرینش بود که اومدن اینا افراد گرفتن بین مور لینینت تراپی ورسوس اینتنسیو تراپی. اینتنسیو تراپی سعی کردن بلاد پرشر این مریضا رو به 120 برسونن و دیدن که بنفیت قابل توجهی دیدن. منتها اینا مریضایی بودن که همه ریسک کاردیوواسکولار دیزیزشون بالا بود. حالا کی درمان نیاز داره توی این کاتگوری، کی درمان نیاز داره، کیو باید درمان کنیم؟ مسلماً دو تا گروه اول که نیاز به درمان ندارن، شما همیشه لایف استایل و دایت اینجا مطرح میشه. بعد استیج دو، استیج دو کسایی هستن که سیستولیک بلاد پرشر بالای 140 یا دیاستولیک بلاد پرشر بالای 90، اینا هم حرفی درش نیست، باید فارماکولوژیک تراپی شروع بشه. حالا میایم سراغ استیج یک. استیج یک اونایی بودن که فشار خونشون بین 130 تا 139 و دیاستولیک بین 80 و 89. اینا بر اساس اسپرینت ترایلین، ترایل همون اسپرینت ترایل هست که من نشونتون دادم. اینجا باید نگاه کنه یه مقدار در مورد این استادی من صحبت میکنم. اسپرین ترایل ترایلی بود که توی افراد بالای 50 سال انجام شد و اینا اکثرا سیستولیک بلاد پرشرشون بین 130 تا 180 بود و این ریسکا رو داشتن: کلینیکال کاردیوواسکولار دیزیز یا ساب کلینیکال دیزیز، کرونیک کیدنی دیزیز، ریسک کاردیوواسکولار دیزیزشون بالای 15% بود یا اینکه ایجشون بالای 75. خیلی جالبه اینجا نگاه کنید، یعنی ایج بالای 75 جزء های ریسک اصلا استفاده شده بود بدون هیچ چیز دیگه. اومدن این افراد رو بین دو گروه که بگیم آقا اینا رو خیلی اینتنسیو کنترل میکنیم، بلاد پرشرشون رو به 120 برسونیم یا نه حدود 140، و دیدن که گفتم همونطور که گفتم بنفیت عمده‌ای مشاهده شد. پس این افرادو شما میاید به ریسکشون نگاه میکنید. اینجوری نیست که هر کی از در وارد شد بلاد پرشرش 135 بود بگیم شما باید دارو شروع کنید، نه، به ریسکش نگاه میکنید. اگر ریسک کاردیوواسکولار دیزیزش بالای 10 تا 15% بود، اگر دیابت داشت، اگر کرونیک کیدنی دیزیز داشت، اگر که کلینیکال یا ساب کلینیکال کاردیوواسکولار دیزیز داشت، اینا فردی هستند که باید روی درمان گذاشته بشن و ایمو بگیریم فشار خونی حدود 120 تا 130.
من یک کیس رو اینجا وسط صحبت معرفی میکنم. یه خانم 87 ساله‌ای که 30 سال هیستوری هایپرتنشن داره و الان اومده فشار خونش 148 به 70 ه. کرونیک کیدنی دیزیز داره، یک کراتینین 180، جی اف آر 21. این خانم ایندیپندنت هست، هنوز درایوینگ میکنه، کاردیوواسکولار دیزیز یعنی استابلیشد کلینیکال کاردیوواسکولار دیزیز نداشته، یعنی هارت اتک نکرده، استروک نکرده و در گذشته چند تا فال داشته. این داروهایی رو که مصرف میکنه املادیپین، اتنولول، لایسینوپریل، پرازاسین و فروزاماید. نگاه کنید الان اینجا گایدلاین یه سری ریکامندیشن که بر اساس لارج پاپولیشن استادی که انجام شده به شما داده میشه. منتها پیشنت لول کیر اون چیزیه که شما انجام بدید. اون مریضی که جلوی شما نشسته ممکنه بسیار فرق کنه با اون چیزی که توی گایدلاین گفته میشه. الان اگر بر اساس اسپرینت ترایل بخوایم عمل کنیم، واقعا این مریض باید درمانش رو اینتنسیفای کنیم که اون بلاد پرشر رو برسونیم به نزدیک 120 یا مثلا 130. منتها خانم 87 ساله چندین فال داشته و من واقعا تغییری توی فشار توی داروهای این خانم ایجاد نکردم. بعضی موقع 148، بعضی موقع 140، بعضی موقع 150 و روی همه این داروها هست و کاملا استیبل هست. پس اینو من فقط گذاشتم که به شما یادآوری کنم که چون گایدلاین اینو میگه، به این معنی نیست که شما حتما باید این کارو بکنید و اون پیشنت لول کیر رو کامپرومایز کنید. یه چیز دیگه هم که این کیس مشخص میکنه ایج هست. چون میدونم سوال خیلی ها این هست که شما تا چه موقع داروها رو ادامه بدید. نگاه کنید ایج سر صدا اینجا شروع شد. نگاه کنید ایج واقعا معنایی اینجا نداره. من اگر که اون شخص فانکشنال باشه، اگر اون شخص زندگی خوبی داشته باشه، ایج فقط یک نمبره. همین مریض رو اگر من تغییرش بدم، فرض کنید به جای 87 سال بگیم 60 سالش بود و به جای اینکه ایندیپندنت باشه بگیم این شخص توی نرسینگ هوم هست، های لول کیر هست و یک سال لایف اکسپکتنسی بیشتر نداره، من شاید خیلی از این داروان توی اون شخص استاپ کنم. پس اینجا ایج واقعا معنایی نداره. باید شما به اون شخصی که جلوی شما نشسته نگاه کنید. آیا اون شخص فانکشنال هست؟ اوکی، باید درمان بشه. تموم. چه کلسترول، چه بلاد پرشر، چه هر ریکامندیشن دیگه ای که هست. بحث بعدی ببخشید من نمیدونم این سر صدا این موقع شب چیه. بحث بعدی در مورد هایپرلیپیدمیا هست. باز این هم چندین اسلاید من سریع سعی میکنم رد بشم. یادتون باشه که ما داریم در مورد پرایمری پریونشن صحبت میکنیم، کسی که هنوز اویدنسی از دیزیز درش دیده نشده. این ریکامندیشن هایی هست که الان توی گایدلاین هست. اگر شخصی که جلوی شما نشسته بین 20 تا 75 هست و LDLش بالای 4.9، این شخص باید شروع بشه روی های اینتنسیتی استاتین. اصلا نیازی به ریسک کلکیولیشن وجود نداره. حالا من اینجا توضیح بدم که های اینتنسیتی استاتین چیه. این کاتگوری هایی هست که های اینتنسیتی استاتین شما ایمتون 50% ریداکشن LDL هست، مثل آتور با 40 تا 80، رزو با استاتین 20 تا 40، مادرت اینتنسیتی 30 تا 49%، با اون مدیکیشن هایی که اونجا هست و لو اینتنسیتی کمتر از 30%. پس این شخصی که LDLش بالای 4.9 یا 190 میلی گرم در دسیلیتر هست باید تراپی شروع بشه. ریسک کلکیولیشن don't worry about it. دلیلش اینه که احتمال اینه که این شخص فامیلیال هایپرکلسترولیمیا داشته باشن بسیار زیاده. من الان در موردش توضیح میدم. افرادی که دیابت دارن باید روی مادرت اینتنسیتی استاتین شروع بشن. نو ریسک کلکیولیشن ریکوایر. دیابت چنان ریسک بالایی هست برای کورونری واسکولار دیزیز که
که شما دیگه احتیاج به ریسک کلکیولیشن ندارید. شما باید مادرت اینتنسیتی استاتین رو شروع کنید، ایم برای 50% ریداکشن این LDL. اگر شخصی که جلوی شما نشسته بین 40-75 باشه و حالا LDLش 4.9 نباشه، بین 1.8-4.8 باشه، اون وقت چه کار میکنید؟ اینجاست، این تو این شخصه که شما میایید 10 year risk calculation انجام میدید، به risk enhancers نگاه میکنید و با مریض discussion انجام میدید و صحبت میکنید. اگه به جایی نرسیدید اینجا کلسیوم اسکور هم میتونیم انجام بدیم. اینجا موقعی که شما ریسک کلکیولیشن رو انجام دادید، اگر ریسک بالای 10% باشه و یک ریسک انهانسر هم وجود داشته باشه، شما استاتین رو شروع میکنید و اگر ریسک بین 7.5-10 باشه، لو اینتنسیتی استاتین باز ریکامند میشه. ریسک کلکیولیتری که حالا من استفاده میکنم و خیلی ولیدیت شده، من از این ریسک کلکیولیتر استفاده میکنم، توی امریکن کالج آف کاردیولوژی ویب سایت هست و ریسک استیمیتر پلاس. در مورد ریسک انهانسرها که صحبت کردیم، شما نگاه کنید خیلی از چیزها هست، خیلی از ریسک ها هست که توی ریسک کلکیولیتر استفاده نمیشه. این به این معنی نیست که اینا اهمیت ندارن، شما حتما باید به اینا توجه کنید. مثلا family history of premature disease, metabolic syndrome, chronic inflammatory conditions مثل psoriasis, RA, SLE, HIV infection is a huge risk for premature coronary artery disease. History of premature menopause, اگر خانمی قبل از 40 سالگی منوپوز رفته باشه، اینم یه دونه ریسک حساب میشه. یا حتی اگر پری‌اکلامسی یا تو پرگننسی داشتن، اینم ریسک حساب میشه. و بایومارکرهایی مثل تریگلیسرید، حالا سی آر پی من زیاد استفاده نمی کنم، لایپوپروتئین ای، ال پی ای، و که اگر بالای 50 باشه یا بالای 125 نانومول باشه بسیار بسیار اهمیت داره. پس اینا ریسک انهانسر بهشون میگن و باید بسیار بهشون توجه کنید. یادتون باشه اینا توی اون کلکیولیتر نیستن. من حالا یه کیس معرفی میکنم که چجوری این وارد پیکچر میشه، این ریسک انهانسر ها. پس یادتون باشه که استاتین فاندیشن لیپید منیجمنت هست. من کارهایی رو که استاتین انجام میده اینجا لیست کردم. متاسفانه استاتین رو وقتی میگیم که داروی کلسترول، قرص کلسترول، ایس کلسترول تبلت، منتها این قرص کلسترول تنها نیست. تمام این کاری که اونجا لیست شده رو استاتین ها انجام میدن. حتی انتی پلیتلت اکتیویتی دارن مثل اسپرین، و برای همین هست که من واقعا اسمشون رو برداشتم و نمیگم کلسترول مدیکیشن. من وقتی برای مریض استاتین میخوام شروع کنم، نمیگم برای شما قرص کلسترول دارم شروع میکنم، میگم قرص هارت اتک برای شما شروع میکنیم. اون مایند مریض رو تغییر میده، ست مایند مریض رو تغییر میده و کمپلاینس رو خیلی بیشتر میکنه، چون واقعا هم قرص هارت اتک و نه قرص کلسترول تنها. داروهای دیگه یعنی که استفاده میشن برای کلسترول، ازتیماید که حدود 20% کلسترول میره پایین، و داروهای جدید PCSK9 inhibitors مثل رپاتا که حدود 50-60% کلسترول میارن پایین، که اون کرایتریای خاص خودشو داره که در چه افرادی استفاده بشه. اینجا میجر لیپید ترایلا تو این اسلاید هست. اینجا نه تنها توی سیکندری پریونشن کاهش کلسترول کمک میکنه ریسک میار پایین، توی پرایمری پریونشن هم پروف شده که کاهش کلسترول ریسک رو پایین میاره. من گفتم در مورد فامیلیال هایپرکلسترولمیای صحبت بکنم. FH
شایع ترین بیماری اتوزومال دامیننت ژنتیک هست. خب کرایتریایی که براش استفاده میشه یا کلینیکال کرایتریای یا اینکه آزمایش‌های ژنتیک هست. کلینیکال کرایتریا شما یه LDL بالای 4.9 باید داشته باشید و یه فست دیگری ریلاتیو با یا کلسترول بالای 4.9 یا اینکه پریمچور کورونری آرتری دیزیز. این شخص به احتمال بسیار 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 زیاد FH داره و اینسیدنس FH هم شما اگه نگاه کنید خیلی بالاست. میبینید که 1/125 تا 1/180. من نمیدونم شما صدای منو خوب میشنوید با این سر صدایی. حالا من چرا افچ رو مطرح کردم و اصلا اهمیت افچ اینجا چی هست؟ شما نگاه کنید، اگر که شخصی که جلوی شما نشسته LDLش بالای 4.9 باشه، اون شخص ریسک کاردیوواسکولار دیزیزش در مردا 20 سال و در خانم ها 30 سال بالا میره. یعنی چی؟ یعنی شخصی که اف اچ داره، یک خانم 20 ساله کورونری آرتری دیزیزش مثل یک خانم 50 ساله است که اف اچ نداره و یک آقای 20 ساله مثل یک آقای 40 ساله است که کورونری آرتری دیزیز نداره. پس واقعا اهمیتش اینه که تو این اشخاص درمان رو از سنین بسیار بسیار پایین باید شروع کرد، نه اینکه منتظر باشیم بگیم شما 20 سالته الان اکسرسایز کن ورزش کن خوب میشه. خوب شدنی نیست. کلسترول LDL بالای 4.9 و علاوه پوزیتیو فامیلی هیستوری استارت استاتین، دو نات دیلیت. مارکر دیگه ای که استفاده میشه و من زیاد استفاده میکنم اینو LPA هست. LPA یه پلاسما پروتئین هست که یه LDL لایک پارتیکل داره و APOB100 و APOA. APOA سیمیلاریتی زیادی به پلاسمینوژن داره. LPA هم دپوزیشن کلسترول توی عروق افزایش میده و هم باعث کلات فورمیشن میشه، یعنی از دو طریق میتونه ریسکو ببره بالا. یادتون باشه LDA یه ایندیپندنت فاکتور هست، کاری به اون لیپید لول اون شخص نداره. افراد بسیاری دیده شدن و من خودم مریضاشون رو دارم که ممکنه LDLشون بسیار بسیار پایین باشه ولی اینا کورونری آرتری دیزیز بسیار بدی دارن و وقتی LPA شون رو چک میکنیم میبینیم که بسیار بالای این LPA این افراد. لولش کانسیستنت هست از موقعی که شما به دنیا میاید تا موقعی که فوت میکنید، لولش تغییری نمیکنه، برای همین یک بار بیشتر در طول عمر اون شخص انجام نمیشه. این LPA هست که استراکچرش رو اینجا میبینید، اون زرد بزرگ وسط LDL هست، APOB100 و APOA. هم اتروجنیک هست هم پروترومبیک هست، یعنی باعث کلات فورمیشن میشه هم اینفلاماتوری. پس LPA رو من توصیه میکنم حتما چک کنید موقعی که استرانگ فامیلی هیستوری آف کاردیوواسکولار دیزیز هست، مخصوصا در یک فرد جوان، و only check once, you don't need to repeat it ever. استاتین ها LPA رو پایین نمیارن، منتها اگه شما LPA رو انجام دادید و دیدید بالاست، تمام ریسک های دیگه اون شخص باید به طور اگریسیو کنترل بشن. نشون داده شده که PCSK9 ها LPA رو پایین میارن ولی الان همچین ایندیکیشنشی براشون وجود نداره. هر لولی بالای 50 میلی گرم در دسیلیتر یا 120 نانومول پر لیتر بسیار بسیار اهمیت پیدا میکنه و ریسک بیماری های قلبی رو تقریبا حداقل 3 برابر بالا میبره. و بحث بعدی در مورد کورونری کلسیوم سکور هست که میدونم خیلی ها منتظرشن. همونطور که نگاه میکنید این نورمال آرتری هست،
ببخشید من اینجا نمیدونم چیکار دارم میکنم. اون وسط رو که نگاه کنید moderate calcification هست و آخر رو که نگاه کنید severe coronary artery calcification رو شما میبینید. حالا وارد استادیاش نمیشم که واقعا هرچی coronary calcium score بالاتر باشه ریسک coronary artery disease بالاتر هست. یه سوالی که شده و یکی از دوستان این سوال رو مطرح کردن این بود که ما خیلی از مریضا داریم و اینا رو میفرستیم کورونری کلسیم انجام میدن صفره و میگن که شما دیگه دارو اوکی تموم شد کورونری کلسیم صفره یا خیلی پایینه میگن که شما دیگه دارو نیاز ندارید. این از کجا اومده؟ این از این استادی اومده که توی فکر کنم سال 2019 پابلش شد و اومدن نگاه کردن افرادی رو که ببینن استاتین شروع کرده بودن اونایی که کورونری کلسیم صفر داشتن ریسک کورونری واسکولار دیزیزشون چجوری بوده. اینو باید مد نظر داشته باشید. این استادی یک رتروسپکتیو استادی بوده و فقط 12 سال داتا داشته نه لایف لانگ و میدونید که رتروسپکتیو استادی به اون اهمیتش به اندازه یه پروسپکتیو استادی رندومایز کنترل ترایل نبوده. ولی اینا چی دیدن؟ دیدن که افرادی که CAC‌شون زیرو بود یعنی کورونری کلسیم اسکورشون صفر بوده چه استاتین مصرف میکردن چه استاتین مصرف نمیکردن ریسکشون فرقی نمیکرده. وقتی که کورونری کلسیم اسکور 1 to 100 بوده میبینید که یه مقدار اون آخرها اون کرو جدا میشه ولی وقتی که کورونری کلسیم اسکور بین 100 تا 400 بوده استاتین ها به شدت تأثیر داشتن و ریسک کورونری واسکولار دیزیز رو پایین آوردن و بالای 400 هم همینطور. حالا این به این معنیه که مریض اگر اومد هر مریضی گفت که من کورونری کلسیم اسکورم صفره شما دیگه میگید که شما استاتین نیاز ندارید؟ نه. من کسایی رو که های LPA داشته باشن و استرانگ فامیلی هیستوری، اونایی که اسموکر باشن، اونایی که LDLشون بالای 4.9 باشه و اونایی که دیابت داشته باشن و همونطور که گفتم استرانگ فامیلی هیستوری رو اکسکلود میکنم. اینا افرادی هستن که ریسکشون بالاست و یک کلسیوم اسکور زیرو اینا رو معاف نمیکنه از اینکه ما برای اینا درمان شروع نکنیم. باید حواستون حتما به این مطلب باشه. حالا کورونری کلسیم اسکور زیرو یعنی چی؟ کورونری کلسیم اسکور زیرو یعنی این که اومدن انجیوگرام انجام دادن تو این افراد 93% نگتیو پردیکتیو ولیو داشته برای سیگنیفیکانت کورونری آرتری دیزیز یعنی NPV شو نگتیو پردیکتیو ولیوش بسیار بالاست. پرفیوژن استرس تست برای این افراد انجام دادن و 94%شون هیچ اسکمی نداشتن یعنی فردی که اومد کلسیوم اسکور صفر داشت و ریسکش هم پایین بود شما دیگه اصلا دلیلی نداره بخواید هیچ پرفیوژن اسکنی برای این شخص انجام بدید یا اگر ریسکش پایین باشه انجیوگرام انجام بدید. همینطور که میبینید ریسک بسیار پایینه. حالا منتها اگر که این شخصی که کلسیوم اسکورش زیرو بوده ریسکش اینترمیدیت باشه اینا 16%شون ایسکیمیا داشتن توی استادی که انجام شد و اگه اون شخص های ریسک باشه و با چست پین مثلا به ایدی مراجعه کرده باشه اینا 70%شون obstructive disease داشتن. یعنی چی؟ یعنی که کلسیوم اسکور زیرو در یه مریض های ریسک هیچ معنایی نداره میتونن obstructive disease داشته باشن. اینجاست که شما باید بسیار بسیار توجه کنید که negative or very low calcium score is helpful in low or maybe intermediate risk population but certainly not in high risk population. Clinical judgment is the key. شما اگه مریض های ریسک رو برای calcium score معمولا نمیفرستی من اگه دلیل دیگه ای داشته باشه بیشتر مریض low risk و maybe intermediate risk هست که calcium score zero معنا پیدا میکنه در اونا. و یه اسلاید هم من در مورد آسپرین بذارم. اینا ریکامندیشن های جدید در مورد آسپرین برعکس شد. حالا میبینید تنها جایی که هست 2B ریکامندیشن یعنی maybe it's okay ولی خب level of evidence A هست. گفتی که low dose aspirin might be considered for primary
یادتون باشه ما داریم در مورد پرایمری پریونشن صحبت میکنیم. Primary prevention of coronary vascular disease among select adults 40 to 70 years of age who are at higher risk but not an increased bleeding risk. اون دو تای بقیه‌اش یعنی که افراد بالای 70 سال و دیگه اصلا نباید استفاده بشه و اصلا هارمفول هستن. منتها یه نکته ای که اینجا باید خیلی 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 بهش توجه کنه. درسته دارین در مورد پرایمری پریونشن صحبت میکنین. ولی این سوال خیلی میشه که من مریضی دارم تا حالا هارت اتک نکرده و آقای اصلا فرضاً 74 سالشه. کلسیم اسکور انجام داده 500 بوده. ما پرایمری پریونشن برای آیا اینجا اسپرین نیاز داریم؟ به این دلیلی که اون اول من گفتم که اگر اویدنس اتروسکلروسیس دیزیز اتروسکلروتیک دیزیز داشتیم دیگه ما پرایمری پریونشن اینجا نیستیم، اینجا میشه سکندری پریونشن و اون شخص به احتمال بسیار زیاد باید روی اسپرین باشه. خب این نکته رو یادتون باشه. ولی دلیل این که ریکامندیشن برای اسپرین به شدت و حدت قبل نیست اینه که چون استادیایی که با اسپرین انجام شدن سالهای تقریبا قبل از استاتین بود و بعد که استاتین شروع شد دیدن که استاتین ها ریسک رو به شدت پایین آوردن. همونطور که گفتم استاتین ها حتی انتی پلیتلت اکتیویتی هم دارن، برای همینه که شدت ریکامندیشن اسپرین رو پایین آوردن. خیلی خوب، من یک کیس رو خدمت شما معرفی میکنم که تقریبا همین امروز دیدم. یه خانم 47 ساله اکانتنت سدنتری لایف استایل روی سویکار هست 40-50 و الیلش 4 و این خانم میخواد بدونه که ریسکش چجوریه برای بیماری. شما اگه که برید توی اون وبسایت و ریسک کلکیولیشن برای این خانم انجام بدید میبینید که ریسکش لو ریسکه، لو ریسک میاد. ولی یه مقدار از این خانم بیشتر بدونیم. وزنش 75 کیلو، قدش 151، یعنی میشه بی ام آی 32. نان اسموکر هست، هایپرتنشن که داره، پری دیابتیز داره. پدرش در سن 52 سالگی از هر هارت اتک فوت کرده، کلسترولش 6 LDL 4 و A1C 6.1%. من اینجا نشونتون میدم این ریسکیه که کلکیولیت شما براش بکنید. اون بالا 10-year ریسکش رو نشون میده که لو هست، یعنی پایینه 2%. ولی اینجا اگر نگاه کنید لایف تایم ریسک این خانم میشه 39%، خانم 47 ساله و اپتیمال ریسک برای این شخص 0.6%. حالا لایف تایم ریسک چیه؟ شما اگر شخصی سنش پایین تر از 55 یا حالا میگن 59 سال باشه باید بیشتر به لایف تایم ریسک توجه کنید، چون افراد جوان هر تقریبا حالا ریسکشون هم داشته باشن معمولا 10-year ریسکشون پایین تر میشه. برای همینه که باید به لایف تایم ریسک توجه کنید. حالا اینو که حساب کنید اون وقت این خانم میشن تقریبا ریسک بالایی داره. در مورد لایف استایل و دایت که 100% باید صحبت کنید و من 100% ریکامند کردم که استاتین باید برای شروع بشه. اگری کرد چون که قبول کرد استاتین شروع کنه و دیگه نیازی به کورونری کلسیم اسکور نبود. ولی LPA رو من توی خانم 100% چک میکنم، مخصوصا به خاطر اون فامیلی هیستوری پدرشون توی 52 سالگی. چی رو ممکنه تغییر بده؟ اگه LPA خیلی بالا بود ممکنه حتی اسپرین هم شروع کنم، چون یادتون باشه LPA کلاتینگ رو افزایش میده و تو این افرادی که LPA بسیار بالایی دارن اسپرین توصیه میشه و دوز استاتین رو بالا میبرن. کیس بعدی رو که معرفی میکنم یه آقای 57 ساله که به من ریفر شد با 2 هفته چست پین و توی ریفرال نوشته بود که 3 ماه قبل کلسیوم اسکور انجام دادن و 6 بود. بر اساس این کلسیوم اسکور 6 هیچ تراپی براشون شروع نکرده بودن. گفتن اگه شما کلسیوم اسکورت خیلی پایینه don't worry about it.
حالا دو هفته است که چست پین گرفتن. یه مقدار هیستوری من از این آقا، BMI 27 نان اسموکر نو دیابتیس، استیج 1 هایپرتنشن داره که پرندوکرین 2.5 میلی گرم مصرف میکنه. حالا فامیلی هیستوری رو نگاه کنید، پدرش توی 62 سالگی، یه برادر توی 72 سالگی و یه یانگر برادرش دو هفته پیش از هارت اتک فوت کرده. تو همین دو هفته هم از که خودش چست پین گرفته چون استرس بسیار زیادی داشته. LDLش، من LDL جدیدی پیدا نکردم، ولی LDLش 5 سال قبل که تونستم توی رکورد ها پیدا کنم اون موقع 5 بوده. حالا اینجا مشکل چی هست؟ اصلا این شخص های ریسک هست. اصلا کورونری کلسیوم اسکور حتی 0 بود اصلا نباید انجام میشد تو این شخص. های ریسک، های اینتنسیتی استاتین، LDL مور دن 4.9، that's the end of the story and maybe aspirin. این شخص استرس اسکور رو انجام داد که درد خاصی نداشت. یه مقدار هنوز مقاومت میکرد که استاتین نمیخواد، سی تی اسکن انجام شد و نشون داد که moderate with possible significant LAD استنوسیس داشت. پس میبینید که یک کلسیوم اسکور 6 در یک شخصی که های ریسکه هیچ معنایی نداره. اینو من نشون دادم این کیس رو به این دلیل. یه کیس آخرم، این کیس آخری است که من معرفی میکنم، یه آقای 74 ساله‌ای که به من ریفر شدن. No chest pain, he plays golf and walk frequently, nearly every day. تقریبا هر روز راه میره. BMI 24, no smoking, no diabetes, no family history, stage 1 hypertension, prednisone 2.5 milligram. Chronic kidney disease داره که mild has with a GFR of 50. و LDL 4, cholesterol 6, no statin therapy. من این ریفرال جی پی رو برای شما میذارم، یه قسمتاشو پاک کردم. شما نگاه کنید، این ریفرال دسامبر پارسال بود، یعنی تقریبا 2 ماه پیش به من انجام شد. حدود 6 ماه قبل از این مریض یک کاردیولوژیست دیگر دیده بود که این ریکامندشن های اون کاردیولوژیست این بوده که ایسیمتوماتیکه، استرس اکو 4 دقیقه و 30 ثانیه انجام شده، ریویو وید استرس تست این 12 مانس. و سوالی که این جی پی از من کرده بود این که I appreciate your second opinion and possible further investigation like CTCA etc. if you think appropriate. Also opinion on commencing aspirin. این این ریفرال هست، مریضی که سیمتوم نداره، 6 ماه قبلش استرس تست، حالا 4 دقیقه استرس تست انجام داده و ریکامند شده که 1 سال دیگه بیاد دوباره استرس تست انجام بده. و این هم خصوصیات مریضه، 74 سال، کلسترول بالا، CKD، هایپرتنشن. واقعا اینجا من اینجا یعنی استرس تست به چه عنوان داره استفاده میشه؟ اینجا یعنی استرس تست داره به عنوان اسکرینینگ تست انجام میشه. من تنها چیزی که میگم اینو بدونید که این بسیار غلط هست. دلیلش چیه؟ من اینجا یه اسلایدش درست کردم. شما نگاه کنید، فرض کنید این یه کورونری آرتری هست. خب یه فرد 70 ساله 100%، حالا 100% که نگه، به احتمال بسیار بسیار بالا کورونری آرتری دیزیز داره. خب یه لیژن ممکنه 10% باشه، یکی 5%، یکی 20% و یکی هم 90%. خب استرس تست تنها لیژنی رو که تشخیص میده اون لیژن 90% هست، بقیه اونا رو میس میکنه. یعنی اگر اون شخص تمام لیژناش 30, 40, 50, 10, 20, 40 باشه، استرس تست هیچی به شما نشون نمیده. و نکتهش اینجاست که استادیای بسیار بزرگی که انجام شده، اکثر اکیوت کورونری سیندروم ها در این لیژنای لو گرید اتفاق میفته، نه اون لیژنی که 90% هست. پس شما تصور کنید که این آقای 70 ساله که هر سال میره استرس تست انجام میده و میگن که اوکی شما 4 دقیقه راه رفتی خوب هستی، ریسکش هیچ تغییری نمیکنه. اون استرس تست هیچ کاری برای اون شخص انجام نمیده.
چون نه روی کلسترول تبلت هست، نه روی آسپرین هست، نه کسی نگاه کردی که ریسکش چقدر هست. اینو من گذاشتم که شما کاملا ببینید واقعا تست باید به چه دلیل استفاده بشه. من استرس تست رو بگم، استرس تست اگه مریضی برای بار اول به من ریفر بشه که من هیچ آشنایی با اون مریض ندارم، استرس تست رو انجام میدم، استرس اکور رو انجام میدم، چون اطلاعات بسیار زیادی به من میده، اینکه اون شخص چقدر فعالیت میکنه، چقدر میتونه فعالیت کنه، قلبش چجور کار میکنه، معمولا حالا چه سیمتوم داشته باشه چه نداشته باشه. ولی اینی که هر سال مریض بخواد بیاد، اونم مریضی که ای سیمتوماتیک باشه، اصلا همچین کاری نباید انجام بشه. حالا یه چیز دیگه که این مریض داشت کرونیک کیدنی دیزیز بود، که شما اگه نگاه کنید کرونیک کیدنی دیزیز، این افرادی که جی اف آرشون همینطور پایین تر و پایین تر میره، ریسک بیماری قلبیشون به شدت حالا میره، و میبینید که افرادی که جی اف آرشون کمتر از 15 هست، ریسکشون بسیار بسیار افزایش پیدا میکنه. پس این آقایی که 74 ساله هست و این ریسک فاکتورا رو داره، های ریسک حساب میشه. حالا نکاتی که در مورد این تست هست اینه که یادتون باشه استرس تست، اگر استرس تست رو به عنوان اسکرینینگ تست استفاده کنید، شما هیچ کاری انجام ندید. این آقای کلسیم اسکور 400 داشت. حالا سوال همه اینه که اگه های ریسک چرا کلسیم اسکور انجام شد؟ نکنه این شخص اینجاست که میگم پیشنت لیول کیر اهمیت پیدا میکنه. گایدلاین میگه که های ریسک کلسیم اسکور نمیخواد انجام بدید، ولی تقاضایی که از من شده بود این بود که این مریض اگه میشه سی تی اسکن انجام بده. مریضی که کرونیک کیدنی دیزیز داره و ای سیمتوماتیک هم هست، واقعا ایندیکیشنی برای سی تی اسکن کاردیاک سی تی نداره. ممکنه رینال فانکشنش بدتر بشه بدون دلیل، ولی خب راحت میشه به جایش کلسیم اسکور انجام داد که هیچ اینجکشنی هم نداره و سوال اون جنرال پرکتیشنر هم جواب داده شده. من اینجا تصمیم گرفتم به این دلایل کلسیم اسکور رو انجام بدم، منتها این کلسیم اسکور اگه پایین هم بود باز من ریکامند میکردم که کلسترول قرص کلسترول شروع بشه. حالا کلسیم اسکور 400 اومد، حالا شما حساب کنه کلسیم اسکور 400 و این شخص هر سال میره تست ورزش انجام میده، نه استاتین براش توصیه میشه، نه آسپرین براش توصیه میشه و هیچ چیز دیگه، ریسکش چجوری تغییر میکنه؟ به هیچ نحوه این ریسک تغییر نمیکنه. اینجا هم گفتم درسته هارت اتک نداشتن، آسپرین من توصیه کردم به خاطر کلسیم اسکور بالا. پس ریکامندیشن هایی که هست اینه که ریسک رو حساب کنید، دیسکاشن با پیشنت حتما حتما باید انجام بشه، همینطور دارو رو شروع نکنید بدون اینکه دیسکاشنی انجام بدید، چون مریض واقعا اون دارو رو مصرف نمی کنه. اگه ندونه دلیل نوشتن اون دارو چی هست، مریض دارو رو مصرف نمی کنه و شما واقعا وقت خودتون رو هدر دادید. به ریسک انهانسرا بسیار توجه کنید، ریسک انهانسرا توی کلکیولیتر ها نیستن، اونایی که من نشونتون دادم، و کورونری کلسیم اسکور هم که توی افراد لو ریسک و اینترمیدیت ریسک. ممنونم، من زیاد حرف زدم، ببخشید اینجا هم سر و صدا بود، یه مقدار همه چیزو به هم ریخت، امیدوارم شنیده باشید حرفای منو با این سر و صدا اینجا. افشین جان. بله بله، خیلی خیلی ممنون، خیلی خسته نباشید. من خیلی خوشحالم که شما با خیلی آرامش و اینا، علی‌رغم اینکه اون دوستمون اون پایین تمام تلاشش رو کرد که جلسه رو به هم بریزه با صدایی که ایجاد کرده بود، خیلی خوب تا به انتها رفتیم و صدای شما رو کاملا خوب داشتیم. یه سری سوالی رو مطرح کردم توی اون چت، شما میبینید یا من بخونم براتون رضا جان؟ چتو من چجوری باز کنم؟ چت میره توی اون گزینه رفته بالا، توی در واقع توی گزینه مور، یا اگر از شیر اسکرین در بیاید که همون پایین چت رو میبینید. آها خب حالا اون چت رو دیگه میبینید شما. چت اوکی. آره اگه میخواید از همون اولش ببینید که، یا و سوالا رو هم بخونیم برای دوستانی که حالا احتمالاً گزینه چت رو نمی‌بینن. What are the indications to check lipoprotein B?
لایپوپروتئین بی، من ال پی ای رو فکر کنم اپو بی رو میگن احتمالاً. اپو بی رو بله توی گایدلاین هست، منتها نگاه کنید دیگه، اولا که مدیکر کاور نمیکنه این تستا رو، نه ال پی ای، اپو بی، کلسیم اسکور، و شما باید واقعا انتخاب کنید که چی اوییدنس بیشتری رو داره، و الا مریض باید بره برای همه اینا یکی 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 پول بده. و بعدم وقتی که زیاد بشه، میگم دیگه آشپز که زیاد بشه، واقعا دیگه کانفیوژن ایجاد میشه. اوییدنسی که پشت ال پی ای هست بسیار بیشتر از اپو بی هست. من خودم واقعا اپو بی رو انجام نمیدم، شاید در آینده اوییدنس که زیاد بشه انجام بدم، ولی ال پی ای رو انجام میدم چون اوییدنس زیادی براش اومده و پی سی اس که اینا اونو پایین میارن، ولی اپو بی رو من انجام نمیدم، حالا ممکنه کسایی باشن که انجام بدن. پس خلاصش رو، چه کسانی رو شما اپو بی رو در واقع در نظر میگیرید؟ من انجام نمیدم. یا در واقع ال پی ای رو؟ ال پی ای رو نگاه کنید، شما هر فرد جوانی رو که داشته باشید، فرض کنید یه خانم 30 ساله یا آقای 30 ساله اومدن و استرانگ فامیلی هیستوری داره، شما کلسیوم اسکور توصیه نمیشه چون هنوز اون وقت کافی رو نداشتن که اون اتروما یا اون پلاکایی که دارن کلسیفای بشن، ممکنه کلسیوم اسکورشون صفر باشه. ال پی ای رو معمولا در این موارد 100% معمولا که نه 100% انجام میدن که ببینم آیا یه لینک ژنتیکی اینجا وجود داره که این فامیلی هیستوری رو به قولن کانفرم کنه یا نه. و کلا کسایی که ریسکشون بالا، و حالا بیشتر چون جنبه ژنتیک داره، معمولا کسایی که فامیلی هیستوری قوی دارن اونجا خیلی خیلی استفاده میشه. مرسی رضا جان. سوال بعدی رو ببینید. پرسیدن در مورد این که what's your approach in patients with xanthelasma and positive or minus hydea. xanthelasma و xanthema، xanthelasma اونایی که کنار کورنر آی هست و xanthema که روی extensor تاندونا هستن، و چیزهای دیگه مثل arcus senilis که در اون هلال سفیدی که توی کورنیا دیده میشه در افراد جوان، چیزی که در واقع در افراد مسن باید ببینیم، اینا همه نشون دهنده فامیلیال هایپرکلسترولمیا هستن، اینا همه ثابت کننده وجود اف اچ هستن. و یکی دیگه هم که حالا توصیه میشه اون قطر آکیلیس تندون هست. شما اگه اون شخص رو نگاه کنید، آکیلیس تندون رو نگاه کنید، اگر که بیشتر از 11 میلیمیتر باشه اون آکیلیس قطرش، اون یکی از علائم خیلی مثبت اف اچ یا فامیلیال هایپرکلسترولمیا هست. مرسی. در مورد چیکن میت پرسیدند. چیکن نگاه کنم، بیشتر میت ها رو که من گفتم بیشتر همون جنبه جریان TMA و TMAO هست. حالا اینکه واقعا چیکن میت چیزه، من صورت اسپسیفیک اطلاع خاصی ندارم، ولی خب ریکامندیشن بیشتر فیش هست از اون بالا که بیایم، بعد گوشت سفید که میشه چیکن، و گوشت قرمز واقعا هرچی کمتر بهتر. مرسی. سوال بعدی رو فکر میکنم شما کاور کردید. اطلاعی ندارید که چقدر LPA برای مریض هزینه بره؟ که LPA حدود $50. خیلی عالی. یه سوالی داریم رضا جان اینجا برای من جدا فرستادن تحت عنوان این که اگر بخواید توی ریسک کلکولیتورها این ابسولوت استرالیان در واقع سی بی اس ریسک رو که 5 ساله رو در واقع ریسک 5 ساله رو مطرح می‌کنه در مقابل این امریکن که شما استفاده می‌کنید و توصیه کردن که 10 ریسک 10 ساله رو مطرح می‌کنه، آیا هیچ در واقع برتری یکی بر دیگری داره؟ آیا اون اگه من اطلاع خاصی حالا در مورد ریسک 5 ساله واقعا ندارم، ولی خب ریسک شما حالا وقتی که فاصله رو میارید پایین 5 سال، یعنی که اون شخص باید واقعا های ریسک باشه که ریسک 5 سالش خیلی بالا باشه. خب شما فرض کنید اگر یه شخص 35 ساله رو بگیرید، 5 سال ریسک رو بخواید حساب کنید، واقعا پایین میاد ریسک، اکثر ریسک پایینه، مگه اینکه اون شخص افچ داشته باشه و
دیابت داشته باشه، این رو داشته باشه، اون رو داشته باشه که بخواد اون ریسک 5 ساله بالا بره. برای همینه که ریسک 10 ساله شده که اینا رو هم اکیومولیت میشه. و حتی من همونطور که گفتم گفته شده که افراد زیر 59 سال لایف تایم ریسک حساب بشه، ولی حالا دیگه حساب کنیم 5 ساله دیگه واقعا یه مقدار اندر استیمیت میکنه ریسک رو. درسته. در مورد کات آف پوینت استاتین ها در سن پرسیده شده. من سن رو گفتم، سن برای من کات آف پوینت نیست. چه در مورد هایپرتنشن، چه در مورد استاتین، چه در مورد اسپرین. شما نگاه کنید، ممکنه یه آدم 70 ساله یا 80 ساله داشته باشید، یا آدم 80 ساله داشته باشید که بسیار اکتیو، هر روز میره پیاده روی، از نوه هاش نگهداری میکنه، رانندگی میکنه، و من میگم شما 80 سالته، استادی دیگه وجود نداره، استاتین رو تو باید قطع کنیم. همچین چیزی معنا نداره. یا اینکه فرض کنید همونطور که گفتم در مقابلش یه آدم 60 ساله‌ای باشه که بزرگترین کاری که در روز انجام میده، فرض کنید از تخت در میاد یه کافی درست میکنه، باز دوباره میره میخواد. شما باید فانکشن و کپاسیتی اون فرد رو در نظر بگیرید که واقعا روی اون تصمیم بگیرید. لااقل این کاریه که من میکنم. خیلی خیلی ممنونم. یه سوال حاشیه‌ای هم حالا اینجا هست که از این فرصت استفاده میکنم مطرح میکنم که پرسیده شده، در رابطه با بهترین درمان دایستولیک هایپرتنشن. درمان متفاوتی برای دایستولیک هایپرتنشن نداریم. من همونطور که گفتم تشخیص هایپرتنشن یا بر اساس سیستولیک ریدینگ یا بر اساس دایستولیک ریدینگ. اینی که بگیم برای دایستولیک درمان خاصی استفاده میکنیم نیست. یه چیزی داریم به عنوان isolated diastolic hypertension، یعنی افرادی که سیستولیک بلاد پرشرشون زیر 130 هست ولی دایستولیکشون بالاست. یه سری استادی ها انجام شده واقعا آنچنان ریسک کاردیوواسکولار دیزیزشون بالا نبوده و اونقدرم شایع نیست. معمولا دوتا با هم میرن. من ریکامندیشن خاصی برای اون واقعا ندارم. درمان هایپرتنشن. بسیار عالی. خیلی خیلی ممنونم از شما رضای عزیز، از این صحبت خیلی خیلی پرفایده و عملی شما. دوستان دیگه نیدم سوالی بنویسن. به هر حال این البته یه سوالی همین الان اومد بالا، نمیدونم شما میبینید این رو. She wasn't on physiotens. گفتن که چرا تو اون خانم 87 ساله فیزیوتن استاپ نشده؟ اون خانم روی فیزیوتن نبودن. اون چیزی که من نوشته بودم. آره پرازوسین بود و اینها، ولی فیزیوتن منم یادم نمیاد که بود اونجا. بسیار خوب. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. از شما خیلی ممنونم. خیلی ممنون از دوستانی که شرکت کردن. این به هر حال این ویدیو در یوتیوب هم قرار خواهد گرفت و امیدوارم از این استفاده کنیم که مرور بکنیم این داستان‌ها رو. و از شما رضا عزیز با بسیار بسیار ممنونم. متشکرم افشین جان از زحمات شما و افرادی که شرکت کردن. قربونتون. شب شما بخیر. شب بخیر. شب بخیر.